به نظر شما زندگی چی است؟ خوشی است؟ غم است؟ محبت است؟ نفرت است؟ احترام است؟ تحمل است؟ با دیدن سریال آشیانه مهر شما پاسخ این سوال دریافت خواهید کرد. توجه کنید. اگر یک بچه بعد از عروسی کردن بخواید با خانم خود امرای پدر و مادر و یا خواهر و برادر خود زندگی کنه، این کدام کار خراب نیست. بزرگا بسیار توقع دارن. خواهرا و برادرای خرد بسیار خوش می باشن که در خوشی و غم با هم شریک باشن. اما در این رابطه خانوادگی فراموش کردن این گپ هم خوب نیست که همراه بچه عروسی شده یک شریک زندگی هم است. هر دوی اونا بر علاوه دیگرا به که دیگه خود هم ضرورت دارن. اگر نه باز این قسم خواهد شد. بگیرین چای تیار است. نکتایی سبیل مانده ای جور نمیشه. نکتایی حال درست میشه، اما شما؟ فهمیدم که خودت آمدی سیده شدان. آه راست میگی. اوه منیر بچم. بله مادر جان. یک گپ ضروری یادم آمد. گپ مرا بشنو. بیجا بیا. بیا بچم. اوه بیانی. چای نوت گرم است، پرتم برد. چایم از دستای خودت. به به منیر بچم یک دفعه اینجا بیا. آمدم پدر جان. چای یخ میشه. خیره زود میایم. خب من رفتم. چای نمیخورین؟ نه نمیشه پدر جان، برای گرفتن تقاوت خود میره و را میرسانم. با سرکار میرم، اگه بیشینم دیر میشه. ها خداحافظ. شما لباسایتان را تبدیل کنین، من نانگر میکنم. نه نادره، چند دوست قدیمی پدر جان او را در بانک دیدن. اونا پدر جان بر نان خواستن. حال او تنها رفتن نمیتونه. معلوم دار ما باید او را برسانم. قرحو نیستی نه؟ به خود چی؟ تو برو. چی گپ است؟ قارستی؟ بیبی منیر، یه خوب است که ما همراه فامیل یک جای زندگی میکنیم. خدمت کردن بزرگان وظیفه ماست، اما اونا هم وظیفه دارن که یکان وقت به ما موقع بتن که تنها گپ بزنیم. چه قسم گپ؟ صدا گپ است که یک زن میتونه سر و شوهر خود بگویه. ما چای صبحانه را تنها خورده نمیتونیم، یک جای نان خوردن نمیتونیم. ما خودت به تنهایی بیرون رفتن نمیتونیم. هر وقت که میخوایم امرایت گپ بزنم، یا پدرت صدایت میکنه یا مادرت. خودت هم صحیح میگی، اما ما در این باره فکرم نکرده بودم. ما اشتباه کردیم. این وظیفه ماست که ما به خودت هم وحی جدا کنم. سبا رخصتیست. سبا بی بی که ما چی میکنم؟ سبا رو چی کنم؟ سبا باید خانی بیادر کلانت بریم. چی میشه دیگه؟ سبا بی بی میبینیم سبا اینا چی میکنن. بریم مادر. نادره نمیره؟ چطور نمیره مادر؟ خود صداش که دیگه نی؟ با پشروی میشینم. آه مام امرای شما میرم. نه پدر جان، شما امرای مادرم بیشینین و امرای مثل موتورسیکل میرم. چرا؟ ما باید جای دکان بریم. آه خیمان کد شما میرم. نه مادر، شما مستقیما خانه بیادر جان برین و برش بگوین ما و نادره 2 ساعت باد بیم. اوهو 2 ساعت؟
شما کجا چکر میزنین؟ وام بدون ما؟ اوه مادر شما لطفا بشینین. بشین برو بخیر. کوتره فشی. به قول علامه اقبال، چه خوب نزدیک دل باشد پاسبان عقل، لیکن یگان زمان بگذار به حال خود. شما لطفاً کم از کم هفته دوبار با خانمتان به تنهایی وقت خود اختصاص بدین. به این قسم گپایی که در دلتان است به بارود تبدیل نمیشه، به محبت تبدیل میشه. این قسم مجالس بینتان دلپذیر میباشن که صرف شما و خانمتان باشین. ای ضرورت وقت هم است و حق خانم شما هم و هم بر ساعتان هم خوب است و بالاتر از همه یکی از راه های آرام نگه داشتن خانم هم است. دوستای میربان، اکنون لطفاً شما کمه درباره بهتر ساختن زندگی زن و شوهری و فامیلیتان فکر کنین. آیا در فامیل ما جوره های عروسی کده میتونن به تنهایی بین خود وقت تیر کنن؟